احکام خاطیان دیدار جنجالی تیم‌های فوتبال پرسپولیس و استیلازین اعلام شد. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی تصاویر بازی و گزارش داور و ناظر این مسابقه احکام متخلفان را اعلام کرد. بر این اساس از تیم استیلازین سوشا مکانی و ماتیوس آلونسو هونوریو هر کدام 2 ماه محروم و 30 میلیون تومان جریمه نقدی، علی عشوریزاد 3 جلسه محروم و پرداخت 20 میلیون تومان جریمه نقدی و فریدون زندی 1 جلسه محروم و 10 میلیون تومان جریمه نقدی. از تیم پرسپولیس هم علیرضا نورمحمدی 2 ماه محروم و 15 میلیون تومان جریمه نقدی، رحمان احمدی و شپیتیم آرفی 1 جلسه محروم و 10 میلیون تومان جریمه نقدی، حسین بادامکی 5 میلیون تومان جریمه نقدی و قاسم عبدالصمدی مسئول تدارکات تیم پرسپولیس 2 جلسه محروم و 1 میلیون تومان جریمه نقدی. همچنین کمیته انضباطی باشگاه استیلازین رو 35 میلیون و باشگاه پرسپولیس رو به علت تخلف تماشاگرانش 30 میلیون تومان جریمه نقدی کرد. ضمن اینکه سوشا مکانی، رحمان احمدی، ماتیوس آلونسو و علیرضا نورمحمدی باید سه‌شنبه هفته آینده برای توضیحات بیشتر در این کمیته حاضر شوند و علی دایی سرمربی پرسپولیس و صادق درودگر مشاور مدیر عامل استیلازین هم به کمیته انضباطی دعوت شدند. بر اساس اعلام کمیته انضباطی در صورت باقی ماندن مدت محرومیت‌های در نظر گرفته شده برای خاطیان این مسابقه، مابقی محرومیت‌ها در فصل آینده لیگ برتر فوتبال کشورمان اعمال خواهد شد. جای تأسف داره که تو فوتبال کشورمون، اونم در کشوری که مهد تمدن و آزادی و اخلاق و ادبه، باید شاهد بشیم که آدمایی که متولی جوانمردی و پهلوانی باید بشن، چاله میدونی و این کردوکارهایی که متاسفانه اتفاق افتاد، هیچی نمیشه توجیهش کرد. متوجه شدید رأیو؟ نشنیدم رأی صادر شده باشه. رأی مالا پیش ماست، مال صادر شده، مالا برای شما میکنیم که حالا شما هم به قول معروف گرفتید. حالا زیاد هم مهم نی دیگه، حالا اتفاقی افتاده مهم نیست برای شما؟ نه دیگه، آقایون احتمالا پول آقای کرشن رو میخوان از باشگاه استیلازین بگیرن لابد، نمیدونم اگه مالیه، اگه محرومیت مالی که حدود 30 میلیون تومان فکر کنم باشگاه شما جریمه شده و بقیه شما. بله اینه یه جلسه آقای سوشا مکانی ماتیوس آلونسو محروم شدن 2 ماه و پرداخت 30 میلیون تومان و همچنین خود باشگاه شما هم که 35 میلیون تومان و پرسپولیس هم 30 میلیون تومان. اگر وقف قانون اعمال قانون شده، ما تسلیمیم و میپذیریم. اگر بی‌عدالتی در این حکم هم صادر شده که من در این فدراسیون میبینم بی‌عدالتی رو، بس یه چاره جز پذیرفتن نداریم. امیدوارم برگشتتون مصاحبه که بعد از جلسه میکنیم ببینیم چه فرقی میکنه با ما. امیدوارم خیر ما در این بشه. حضور شما در ورزش موثر خواهد. هیچ فایده ای نداره.